جدا از تکالیف اون دوتا کتاب، باید 100 تا تست از کتاب جدید بزنیم. با وضعیت ماریتون به هم ربطی نداره. پس من چجوری پول در بیارم؟ ناموسن؟ فکر کردی بدون کنکور دانشگاه میتونی پول در بیاری؟ برو تستاتو بزن. داستان ما در مورد یه پسر 18 ساله است که خسته شده از پول تو جیبی گرفتن و از طرفی درساش نمیذارن روش تمرکز کنه. پس میره پیش یکی از فامیلای خرپولش که نصیحت شغلی بگیره. چی میخوای؟ میخوام جدا از خانواده درآمد داشته باشم. پیشنهادت برای اولین کار چیه؟ ببین، درس بخون، دکتر شو. انتظار نداشتم توی که دانشگاه نرفتی بشینی اینجا و این حرفای کلیشه یو بهم بزنی. باید دانشگاه بری، سربازی بری. بعضی که 30 سال که شدی میتونی اون موقع به فکر شغلم باشی. ولی پسر جون، اگه از الان میخوای کار کنی، برو تو بورس. خیلی سریع تبدیل به میلیاردر میشی. و خودتون میدونید بعدش چی میشه دیگه. بله، بورس به فنا میره. همه پولاتو گذاشتی تو بورس؟ آره. یعنی هیچ سرمایه‌ای نداری؟ نه. این پسر آخر ناامید میشه، تصمیم میگیره مدتی به درسش توجه کنه. منظور از عشق، عشق الهیه. عالی جواب دادی سیه. جنایه از اینم داداشمه. ایول داری. تلمیح از قابیل که حابیلو با دیسکوش. باریکلا. نمیدونم به چه دردم میخوره، حدود 727 قمری. ماشالله. بسور بینم واقعا این درسا به دردش میخورن؟ خب نگفتی، الا اینا به چه دردمون میخوره؟ فرض کن رفتی از بقالی تیتاب بخری. فروشنده میگه قیمت کالا برابر با ایکس. یه معادله درجه دوی ساده. دو ایکس به علاوه 6 تو به علاوه 5 ایکس برابر با تانژانت 12. طولی نکشید که دوباره از درس زده شد. اون به نقاشی علاقه داشت. تو مقصد مشکل داره؟ نقاش؟ ها؟ میخوای نقاش باشی؟ خب پس اصلا واسه چی میای مدرسه؟ من جدی میگم، کاملا جدی میگم، نقاشی کشیدن تو این دوره شغل نیست. اون به کوری چشم معلمه هم که شده تصمیم میگیره بره نقاشیهاش رو بفروشه. ما نقاشیاتو نمیفروشی. حالا چرا؟ چون تو یه دهه 80 هستی، یعنی یه بچه‌ای. هنوز دیپلم هم نداری و از اونجایی که 80 هستی سلیقه موسیقیت افتضاحه. بجز شجریان فقط گوگوش و ابی و داریوش خوب میخورن. اگه خواننده‌ای که گوش میدی جز این باشه باطله. اوه، تازه این رو هم ببین، هنوز سربازی هم نرفتی. پس چرا باید کارهای دهه 80 رو بفروشی؟ اینا چه ربطی به فروش نقاشی داره مثلا؟ اصلا وای سه دقیقه، میدونی چیه؟ اگه میدونستم همچین گاوی اینجاست اصلا سراغش نمیومدم. بعدش هم من دهه 80 18 سال بازم گوتیلای خب با این حساب نتونست کارو بگیره، ولی خب بالاخره یکی پیدا شد که کارشو توی گالریش بفروشه. به درک این مفت نمیارزه، ولی خب زایاتی میخردش. جدی میگی؟ 45 و 500. قبول سیه، 45 و 500. از فردا هر آشغالی که کشیدی و بیار پیش خودم. جوون ماجرای ما بالاخره موفق شد. از فروش نقاشی تونست پول خوبی در بیاره. اون از علاقه خودش پول در می آورد و درسش هم می خوند. اون تصمیم می گیره که با اولین حقوقش خودشو یه ساندویچ مهمون کنه. هستیم را با آتش کشیدی، سوختم من، ندیدی ندیدی. در این حال که پسر موفق شده بود در کنار مشغله درسی کار هم بکنه، مافیای کنکور به فکر فروش کتاب هاش بود تا از فروش این کتاب ها پول پارو کنه. همه کتاب های چاپ شده رو باید تا آخر امسال به ملت فرو کنیم، از اول دبستان تا 12. وای قلم چی؟ خیلی سبز. گاج با تو. مبتکران همش باید فروخته بشه. ایوان
من برم کنکور بدم. اون دیپلمشو گرفت، دیگه وقت استراحت بود، میخواست با دوستش بره مسافرت، کارشو به صورت جدیتر ادامه بده، ولی برنامه های نظام آموزشی این نبود. طبق برنامه نظام آموزشی باید کنکور میداد. بالاخره این مدرسه هم تموم شد. الو پکیج آموزشی ما، فکر کردی اهمیت میدم؟ نه نمیدم. دوباره تبلیغات کنکور شروع شد، ریدم به اعصاب ما. با پکیج های آموزشی ما درس‌ها رو 100% میزنی، اینجوری دیگه پدر و مادر سرکوفت پسر همسایه رو بهت نمیزنن، قیمتش هم خیلی ارزونه، فقط 10 میلیون تومن. من کنکور نمیدم. این خبر سریع به گوش مافیای بزرگ رسید. پس نمیخواد کنکور بده، چی بگم والا؟ باید بریم برای پلان نهایی. اونا تصمیم گرفتن برنامه نهایی رو اجرا کنن، دلیلی که خیلی از پسرهای جوان که هیچ علاقی به درس ندارن میرن کتاباشون رو میخرن و توی کنکور شرکت میکنن. اگه دارو باز نکنی خون رو دوستر تراب میکنن. واکن سلام علیک. اوه به سرباز گلمون رو نگاه، از اونجایی که نمیخوای بری دانشگاه باید یه 2 سالی از خونه بودت خدافزی کنی. از جونم چی میخوای؟ اوه خودت میبینی من چی میخوام. من نقاشم، سرباز نیستم. شو بخیر. بس لازمه بدونی که تا سربازی نرفتی نمیتونی کارو کاسبی باز کنی، نه گواهی نامه بگیری، نه سفر بری، ولی میتونی یه حرکت هوشمندانه تر بزنی، اونم اینه که کنکور بدی و بری دانشگاه مثل بقیه یه دوستت. اینطوری درآمدم قطع میشه. فکر کردی اهمیت میدم؟ برو چه؟ اینطوری شد که جوون ما 2 سال درآمدش قطع شد و کارش کساد شد و تو سربازی موند. آشخور احمق بیشور، وقتی بهت گفتم از جلو باید بگی نزم، اینو بکن تو اون سرت، تنه لشتو بهش دردی نمیخوری. مردی که قبل این سگدونی داشتم هنرمند میشدم. بیا بر چی؟ اضافه خدمت یا حبس، شما کدومو انتخاب میکردید؟ پس بالاخره کی این کارو کرد؟ تو برای چک زدن زیر گوش فرمانده اینجایی، بعدا میتونی واسه رفیقات تعریف کنی که زدی زیر گوش فرمانده و کلی با هم بخندی، البته اگه باور کنن. اگه خدمتم تموم شد. آره اینم حرفیه. بالاخره جوون ما بعد از 2 سال خدمت و اندی اضافه خدمت و حبس برگشت خونش. اون باید دوباره کار میکرد تا ضرر 2 سالش رو تا جایی جبران کنه، ولی قبل اون باید کار مهمتری رو میکرد، یعنی باید بعد مدتها خانوادش رو میدید. بالاخره اومدی پسرم. همینجا مامان. بیا بغلم عزیزم. سختی های زیادی بارها از پادرش آورد. توی زندگیش به تلخی های رسید که هیچ وقت شیرین نشدن، اما هیچ وقت دست از تلاش بر نداشت. ادامه داد تا روزی که بالاخره به رویاهاش رسید. شاید همه چی درست عین تصوراتش نبود، شاید بعضی وقتا میخواست سریع همه چی رو تموم کنه، اما کسی نمیتونه جلوی استعدادهاتون رو بگیره. اگه انداختش بکشش. من دعا میکنم که باز این شهر آزاد شد، با این تن و سر من دعا میکنم که باز خورشید بتابه.
جناب فهم مرخصی نداد. بعدش بریدم سمت شهر. جون، از سمت سرهنگ احمدی اومدم. بیا بریم پادگان اینا رو تعریف کنیم. ایدز گرفت و پایان.